سلام و درود به تمامی همراهان عزیز لذت داستان من شهرزاد هستم و اینجا هر شب براتون یه داستان دنبال دار میخونم امشب میخوام قسمت 19 از داستان زیبای دختر قهرمان رو برای شما بخونم توی قسمت قبل داستان رو تا اونجایی براتون خوندم که آیشه راز شاه اسماعیل رو در حرم سرا فاش کرد تاجدی هم از خبر نامزدی شاه اسماعیل با آیشه با خبر شد تصمیم گرفت که اول آیشه و بعد خودش رو بکشه اما ناگهان خبر آوردند که شاه اسماعیل تاجدی رو به حضور خواسته اگر میخواین ادامه داستان رو بشنوید فراموش نکنید که همین اول ویدئو رو لایک کنید و اگر من رو سابسکرایب ندارید حتما همراهیم کنید تا هر شب شنونده یکی از زیباترین داستانهای ایران و جهان باشید در طی هفته در کانال لذت داستان داستان های زیبای کنیز ملکه مصر داستان قلعه علمود و داستان دختر قهرمان خونده میشه اگر میخوای از این داستان های دنبال دار جا نمونی فراموش نکن که زنگوله پیج رو هم روشن کنی بریم تا با هم ادامه این داستان جذاب رو بشنویم سفیر روم در دربار شاه اسماعیل گفتیم شاه اسماعیل بعد از فتح تبس به ملاحظاتی فتح خراسان را مکول به وقت دیگری کرد برای یه ایلاق عازم همدان شد هنوز دولت و سلطنتش قوام نگرفته بود که جنگجویان جاه طلب که میدیدند یک پسر بچه سیزده ساله در عرض دو سال بیش از نصف ایران را مسخر کرد و صاحب تاج و تخت شده است دست خوش صدای کشور و سلطنت می شدند و علم تقیان برف به جنگ شاه نوجوان می رفتند. از جمله کردی به نام سارم در حدود عرومی یاقی شد به جنگ شاه رفت و با دادن هفت هزار تلفات قائلش خاتمه یافت کمی بعد خبر رسید که امیر حسام دین والی رشت در صدد برامده برآمده قشون زیادی تجهیز کرده است شاه اسماعیل شخصا آزم جنگ با والی رشت شد ولی امیر حسام یارای مقاومت در خود ندید با توحف و هدایای زیادی به استقبال شاه آمد تسلیم شد و مورد عفو شاهانه قرار گرفت شاه اسماعیل میفهمید که جمعی از توایف ترکمن و غیره روی دشمنی که با خاندان صفوی دارند این همه فتنه برپا می کنند. این بود که حکم کرد تمام آنهایی را که در جنگ با پدرش سلطان هیدر شرکت داشتند از دم تیغ بگذرانند بر اثر این فرمان چندین هزار نفر از ترکمانان و غیره به دست صوفیان و قزلباش ها نابود شدند. شاه هنوز نفسی تازه نکرده بود که خبر آوردند. سلطان مراد آقویونلو که از ترس شاه اسماعیل از شیراز به شوشتر و از شوشتر به بغداد گریخته بود در بغداد هم نیاسوده از بیم شاه به دیار بیگ فرار کرده بود به علاق دوله زلقت فرمان دیار بکر و ولایت مرغش و غیره پناه برده. علا دوله مقدم او را گرامی داشته و دختر خود را به عقد مراد درآورده است. آن دو دست به هم داده و قشون عظیمی برای جنگ با شاه تجهیز کردند. این علا و دوله علاوه بر مهارت و استعدادی که در فنون لشکرکشی و جنگ داشت در حق بازی و حیل سازی هم بی نظیر بود. می نویسند هر دفعه که از طرف سلطان روم سفیری به دربارش می آمد. یک عده سپاهیان خود را به لباس و صورت مصریان در میآورد و به سفیر روم می گفت که پادشاه مصر اینها را فرستاده از من برای جنگ با سلطان روم کمک خواسته ولی من روی دوستی و ارادتی که به سلطان دارم زیر بار نرفته جواب رد دادم همین نیرنگ را در مورد سفیر مصر هم به کار می برد. شاه اسماعیل اعلان تجهیزات داد. خبر استمداد شاه از مردم هنگام عصر به شهر رسید. تا غروب آن روز یعنی در عرض دو ساعت پنج هزار نفر که کمترین توقعی از حیث جیر و مواجب نداشتند با اسب و اسلحه و یراق آماده حرکت شدند. شاه اسماعیل که برای دیدن همسرش تاجلی آرام و قرار نداشت وقتی خبر تقیان علا دوله زلقد را شنید دفع این دشمن خطرناک را واجب تر از دیدار دل آرام دید. محمد خان استاجلو را به جنگ علا دوله فرستاد. بعد خودش از پشت سر حرکت کرد. جنگ های خونینی بین علا و دوله و شاه اسماعیل روی داد. علا دوله به قدر نیرومند بود که سلطان روم هم از او حساب می برد. علا دوله در تمام جنگ ها شکست خورد. همچنین چند نفر از فرزندان قهرمانش هم در جنگ ها شکست خوردند و کشته شدند. خود علا دوله فرار کرد و به یکی از قلعه های مستحکم پناه برد. شاه اسماعیل دیار بکر و مرقش را تسخیر کرد. در تعقیب علا دوله در چند جا وارد قلم روی سلطان روم گردید. مأمورین روم از نهیب شاه اسماعیل زهر را باخته از جلوگیری عاجز ماندند مراتب را به سلطان روم اطلاع دادند خلاصه شاه اسماعیل بعد از تسخیر دیار بکر و مرقش و غیره ولایات مزبور را به محمد خان سپرد و خود به ایران برگشت سلطان روم که سالها در فکر دفع علا و دوله بود و جرأت نمیکرد با او طرف شود وقتی خبر شکست او را از بچه درویش شنید لشکر بر سرش کشید و علا دوله در این جنگ کشته شد از لشکریانش جمعی متواری و عده زیادی به شاه اسماعیل پناه آوردند باری شاه اسماعیل آزم آذربایجان شد تا با تاجلی همسرش دیداری تازه کند در تبریز قاصدی از طرف سلطان روم آمد خبر آورد که سفیری از طرف سلطان آزم بارگاه شاه اسماعیل است. شاه اسماعیل اجازه داد ولی برای اینکه کم اعتنای خود را به رخ سلطان روم و سفیرش بکشد از تبریز آزم مراقه شد. دستور داد که سفیر روم در مراقه به خدمتش برسد. در زم چنان که گفتیم تاجلی را هم به مراقه خواست. سلطان روم که از تسخیر دیار بیک به دست شاه اسماعیل و مخصوصاً عبور شاه اسماعیل از ولایاتی که جزء قلمرو روم بود سخت براشفته بود در صدد برآمد سفیری به دربار شاه اسماعیل بفرستد و به تجاوزات او به خاک روم اعتراض کند و تهدیدش نماید سفیر روم وقتی شاه اسماعیل را با وجود قرار قبلی در تبریز نیافت با خشم و قهر عازم مراقه شد ما در اینجا به یکی از صحنه های شورانگیز اخلاق و روحیه شاه اسماعیل می رسیم. این معما را حل می کنیم که چگونه با چه نیروی این نوجوان پانزده ساله با قشونی که لاقل ده برابر کمتر از تعداد لشکریان دشمن بود همیشه فتح می کرد و دشمنان نیرومند را تارومار می ساخت. آری، ایرانی هرگاه از روی عقیده و ایمان دست به کاری بزند موفقیت او مسلم و به اصطلاح بیمه شده است سفیر بعد از ورود به مراقه به شاه پیغام داد که المعمور و معذور پیغام هایی از طرف سلطان روم دارد که ممکن است شاه را خشمناک سازد ولی او تقصیری ندارد خلاصه تأمین خواسته بود که شاه با گشاده روی قبول فرمود مراقع شهر پر آب و درخت و سبز و خرمی است. شاه اسماعیل در یکی از باغات داخل شهر در مجاورت مسجدی که منارش سر به فلک کشیده بود منزل کرده بود و در ایوان مصفای این باغ سفیر روم را به حضور پذیرفت. معمولا سفیران هدایایی با خود میبرند. معروف است که سفیر روم هدیهی که با خود آورده بود عبارت از کشکول و تبرزین بود. کنایه از این که شاه اسماعیل از خاندان دراویش است و باید دنبال درویشی برود. سفیر نامی سلطان را که به فارسی نوشته بود به دست شاه اسماعیل داد. شاه خود مشغول خواندن شد. نامی بود با عبارات زننده و دور از ادب که در ضمن آن سلطان روم استعداد دیار دکی و مرقش را که شاه تصرف کرده بود خواستار شد. و به تجاوز شاه به قلمرو روم اعتراض کرده شاه را به علت ترویج مذهب تشیع مورد ملامت قرار داده توصیه نموده بود دست از کشورگشایی و ترویج تشیع بردارد و هلا باید آماده جنگ شود جنگی که عاقبت آن یعنی نابودی اسماعیل و قزلباش ها از قبل مسلم و قطعی می باشد. شاه نوجوان دندان روی جگر گذاشت از ابراز خشم خودداری کرد به سفیر گفت به سلطان بگویید که پشتیبان من مولای متقیان اصل الله قاله ولی علیه السلام است من از راهی که در پیش گرفتم بر نمی گردم. سلطان هم اگر به جنگ من میآید استقبال می کنم. سفیر گفت تمام سلاطین فرنگ با آن همه قشون و توپ و تبلزن زن در مقابل سلطان سپر انداخته سر تسلیم فرود آوردند من شنیدم که قشون شما هرگز از بیست هزار نفر تجاوز نکرده در صورتی که سلطان به یک اشاره میتواند دویست هزار نفر که هر یک به سهم خود پهلوان نامداری است به جنگ شما بفرستد شما با چه نیرویی میخواهید در مقابل سلطان ما مقاومت کنید هیبت شجاعت و دلاوری ینگ های ما در تمام دنیا پیچیده. هیچ لشکری تاب مقاومت در مقابل آنها را ندارد. سفیر قیافه خیرخواهی به خود گرفت. به شاه اسماعیل توصیه کرد که دست از لجاجت بردارد و با سلطان کنار بیاید. شاه اسماعیل زهر خندی زد و گفت قشون سلطان شما سیاهی لشکر است. یک نفر قزل باش می تواند با ده نفر شما جنگ کند و همه را به درک بفرستد سفیر تبسم تلخی به لب آورد قیافه تردیدآمیز به خود گرفت شاه متوجه شد گفت ینگ چری های شما به خاطر جیرو و مواجب به جنگ می روند. تا در صورت امکان غنایمی هم به دست آورند برگردند و عیش کنند ولی قزل های من روی عقیده و ایمان مذهبی به میدان جنگ می شتابند. یگانه آرزویشان این است که به درجی شهادت برسند. پیداست که سپاهی از جان گذشته و سربازی که در فکر جان خیشه است چگونه می جنگد. سفیر گفت یینگ های ما هم فدایی سلطان هستند. شاه سوال عجیبی به خاطرش رسید پرسید اگر سلطان شما به همان فدایی ها امر کند که جان خود را به خاطر او قربانی کنند آنها حاضر به این جان نساری می سفیر در جواب آجز ماند. شاه گفت اکنون من نمونه ای از ایمان و جان نساری قزل باش را به شما نشان می دهم. خواهش می کنم برای سلطان تعریف کنید تا این قدر به ینگچری های خود ننازد. در آخر ایوان قریب به ده پانزده نفر از قزلباش ها ایستاده و منتظر عوامر مرشد کامل یعنی شاه اسماعیل بودند. شاه رو به آنها کرد و گفت بچه ها هر کس مرا دوست دارد خود را از بالای این منار بلند بر زمین بیاندازد شاه از جا بلند شد صافی را برای تماشا به پای منار بود قزل باشها به محض شنیدن امر شاه از جا کنده شدند دیوان وال به سوی منار دویدند منار دریچه تنگی داشت پایین این دریچه کشمکش سختی بین قزل ها در گره. هم دیگر را پس میزدند و بغل میکردند و کنار میکشیدند هر کدام سعی میکرد که زودتر از دیگران امر مرشد را اجرا کند بالاخره یکی از آنها بر دیگران غلبه کرد بالای منار رفت با صدای رسا گفت یا حیدر کرار و خود را پایین انداخت متلاشی شد و جان سپرد سفید از فرچ حیرت هوش و حواس از دست داد هنوز به خود نیامده بود که قزلباش دومی دو خود را از بالای منار بر زمین انداخت. بلا فاصله سومی این کار را کرد. صدای کشمکش قزل ها برای سبقت گرفتن در فضا پیچیده بود. سفیر دامن شاه را گرفت. با عجز و التماس بنای شفاعت گذاشت. شاه اشاره کرد و قزل ها از پای منار کنار رفتند. قزل هایی که سالم مانده بودند اجساد رفقای خود را با گفتن لا اله الا الله محمد رسول الله علی ولی الله بلند کردند و بردند شاه رو به سفیر کرد و گفت دیدید با این عقیده و ایمان است که قزل تمام جنگ ها را فتح کردند با همین نیرو و قدرت است که دوازده هزار قزل باش قشون پنجاه بلکه هفتاد هزار نفری آقویونلوها را شکست دادند. آنچه را دیدی برای سلطان روم تعریف کن تا حساب کار دستش باشد. سفیر که زهره را باخته بود گفت من معمولیت خود را انجام دادم اجازه مرخصی می خواهم. آیا شاه عالم پناه نامه ای در جواب سلطان خواهد فرستاد؟ شاه فکری کرد و گفت فردا بیا تا به دست خودت بسپارم. روز بعد سفیر برای کسب اجازه مرخصی شرفیاب شد شاه قیافه شادمان و تبسمی پرمعنی به لب داشت سفیر را نزدیک خواند یک جعبه چینی سر مه که با مهر خود شاه بود به دست سفیر داد و گفت این را از طرف ما به سلطان روم هدیه میکنی تا با منشیها و مشاورین خود میل کنند و نشه خود را تکمیل سازند سفیر چیزی از حرفهای شاه نفهمید منتظر توضیحات بیشتر بود شاه خنده ای کرد و گفت من از مضمون پریشان و بیسر و ته ای که آورده بودی دانستم که سلطان شما و منشیهای او هنگام نوشتن نامه حالا عادی نداشتند چون این استنباط کردم که به مصرف مواد مخدر عادت دارند در داخل این جعبه هم به عنوان هدیه معجونی است که سلطان و اطرافیان او با مصرف آن نشه بیشتری خواهند یافت. سفیر تا بناگوش سرخ شد. از جسارت و بیباکی شاه نوجوان غرق در حیرت بود. در همان حال مات و مبهوت ماند که چگونه این هدیه شاهانه را به سلطان خود تقدیم کند. بار دیگر قیافه خیرخواهی به خود گرفت و گفت این صحیح است که صلاح مملکت خیش خسروان دانند. ولی بر چاکران درگاه هم واجب است هرگاه مطلبی را مفید بدانند به عرض برسانند. به نظر چاکر صلاح نیست روابط بین دو شاه اسلام پناه به کدورت و خدای نکرده به جنگ و جدال بکشد. خوب از پادشاه ایران زمین از ارسال این معجون منصرف شود. شاه اسماعیل زهرخندی زد و گفت شما که ما را مسلمان نمیدانید. بعد گفت من پیغامی را که روز اول ورودت داده بودی که المعمور و معذور اکنون تکرار می کنم. شما هدایای کذایی سلطان و آن نامه را در مقابل من نهادید. اکنون هم باید همان المعمور و معذور را گوشتد سلطان کنید. هدیه مرا دو دستی به دستش بدهید. سفیر بیچاره و درمانده ناچار جعبه حاوی معجون را برداشت و مرخص شد. طلاق نامه در مراقه بود که شاه و تاجلی به هم رسیدند تمام فکر تاجلی در بین راه پیش آیشه بود که آیا واقعا با شاه ازدواج خواهد کرد با اینکه شاه نهایت محبت را در حق تاجلی مبذول داشته و او را تنها به حضور خواسته بود معهازا فکر آیشه از مغز تاجلی بیرون نمیرفت شب و روز نقشه میکشید که با چه هیله و وسیلهای به درجه محبت شاه به او پی ببرد تاجلی میخواست تمام مهر و محبت و عشق و علاقه شاه مختص او باشد طبعش رقیب و هوو قبول نمیکرد شاه در تالار اندرون نشسته و منتظر تاجلی بود مجسم میکرد که چگونه تاجلی به محض ورود خود را به او میرساند گریه ذوق و اشتیاق و خنده و مسرت و شادی را به هم خواهد آمیخت بالاخره تاجلی عزیز در آستانی در نمایان شد تاجلی چند متری جلو آمد سلام کرد و وسط تالار ایستاد چشم های معصوم خود را که از اشک می درخشید به روی شاه دوخت و ساکت ماند شاه اسماعیل که منتظر احساسات شورانگیزی از طرف تاجلی بود غرق تعجب شد ولی همان دم به خاطرش رسید که شاید تاجلی شیرین رفتار میخواهد شیوه تازه‌ای به کار ببرد بنابراین خندید و گفت چرا جلو نمیایی؟ این دیگر چه ادایی است؟ سیل اشک از چشم های تاجلی سرازی شد. با صدای لرزان گفت برای چه جلو بیایم؟ تو که دیگر مرا دوست نداری؟ شاه اسماعیل دریافت که شیوه تازهی در کار نیست بلکه همسرش غم جانسوزی به دل دارد. از جا برخواست آمد و دست تاجلی را گرفت و گفت این چه حرفیست میزنی؟ من تو رو از همه عالم بیشتر دوست دارم. تو همسر من هستی تاجلی بدون اینکه توجهی به لحن نوازش آمیز شاه بکنند، با همان لحن گله آمیز گفت مرا فریب می دهی؟ اگر مرا میخواستی و محبت داشتی راضی نمی شدی که چشمهای مرا اشکبار و روزگارم را رو سیاه کنی تو از من سیر شده به آیشه وعده ازدواج داده ای؟ مرا آزاد کن و برو با همان آیشت ازدواج کن شاه همه چیز را فهمید. خنده ای کرد و تاجلی را روی مخده نشاند و سر صحبت را باز کرد. خوب به درد دل تاجلی رسید. اقرار کرد که من بعد از عقد کنان متوجه شدم که آیشه در گرداب حسادت و غم گوتور است. دلم به حالش سوخت. خدمتی را که به ما کرده و از غذای مسموم بر حضر داشته بود به یاد آوردم. با خودم گفتم خوب است برای دلخوشی او کلام دلگرم کننده ای بگویم. به طور نیمه شوخی و نیمه جدین وعده را به او دادم. ولی دستور اکید دادم که به کسی حرفی نزند. حال که او راز مرا فاش کرد وعده ای را که دادم به نحوی پس میگیرم. شاه بار دیگر تایید کرد که در دنیا فقط تاجلی را دوست دارد و بس. ساعتی بعد تاجلی نشاط و شادابی خود را باز یافت. با نگاه حق شناس به شاه نشان داد از سعادتی که نصیبش شده شاد و راضی است شاه وقتی حس کرد که تاجلی از زندگی در مجاورت مادر او ناراحت است و از تنه و نیش پیرزن رنج میبرد تصمیم گرفت تاجلی را از آنها جدا کند و در تبریز سکونت دهد شاه و تاجلی سه روز در مراقه در کنار هم از محبت زناشویی که از بزرگترین نعمتهای الهی است برخوردار بودند بعد از سه روز شاه از مسافرت به اردبیل منصرف شد و آزم تبریز گردید تا وسایل و ترتیبات زندگی تاجلی را فراهم کند. بسات شاهانه برای زندگی رو کرد و از تبریز آزم عراق شد. شاه به تاجلی گفت که قصد دارد بغداد و عراق عرب را تسخیر کند و به زیارت ائمه اطهار نائل گردد. و داد که هرگاه مقتضی باشد تاجلی را نیز همراه ببرد ضمنا قرار شد که تاجلی برای جمعآوری و ضبط اساسه خود به هر دویل بازگردد و انتقال به تبریز را به ملاحظاتی در حکم بیمهری شاه جلوه بدهد تا مبادا مادر شاه و آیشه به محبوبیت تاجلی حسادت کنند و کارهایی بکنند تاجلی به هر دویل بازگشت اساس خزانه خود را جمع آوری کرد و همانطور که با شاه قرار گذاشته بود انتقال به تبریز را حمله بر بیلطفی شاه نمود چون این وانمود کرد که ظاهرا در تبریز زندگانی متوسط بلکه محقری خواهد داشت فقط خورشید و یک کنیز دیگر را که محرم و طرف اطمینان بودند نگاه داشت و باقی را آزاد کرد کنیزان آزاد شده از صمیم قلب تاجلی را دعا کردند تاجلی در معیت دو نفر کنیز و یک عده سوار که شاه معین کرده بود روانی تبریز شدند مادر شاه و آیشه هر دو یقین کردند که شاه از را از وجود تاجلی مصفا ساخته تا با فراغت خیال و آزادی عمل با آیشه عروسی کند آیشه دیگر خود را ملکه هفت اقلیم میدید و از شادی در پوست نمیگنجید. گنجید. شاه نامه مفصلی به مادر نوشت و با ارسال هدایا سلام گرمی هم به آیشه فرستاد. وعده کرده بود که در اولین فرصت به دیدار آن دو بشتابد. سابقا گفتیم که حسین برادر آیشه دیوانوار جویای همسری نازنین دختر والی لاهیجان بود. پیش خود تصور میکرد که نازنین هم چون این تمایلی دارد از خدا میخواهد که شاه طلاقش بدهد تا به عقد او درآید دست هم را بگیرند و به ولایت ای بروند نیز گفتیم که حسین بعد از اطلاع از خبر نامزدی خواهرش با شاه آیشه را تهدید کرد که باید به هر حیله و نیرنگی شده وسایل ازدواج او را با نازنین فراهم کند و الا به هر قیمتی شده ولو متوسل به تهمت و افترا در مورد خواهر بشود عروسی آیشه را با شاه به هم خواهد زد وقتی حسین شنید که شاه عمدن تاجلی خوشباور را به تبریز فرستاده تا آزادانه در اردویل با آیشه ازدواج کند عروسی خواهرش را با شاه قطعی دید این دفعه با فشار و اصرار بیشتری تهدید دیرین خود را تجدید و وسال نازنین را از خواهر طلب کرد آیشه حسین را خوب می شناخت می دانست کم ترین محبت خواهر برادری بین آنها وجود ندارد خودش هم از خدا میخواست که شاه نازنین را طلاق بدهد تا مبادا روزی گزارش به لاهی جان بیفتد و به سراغ نازنین برود ولی چه می توانست بکند؟ نازنین در مجاورتش نبود تا با تهمت و افترا که تیغ برنده برای آیشه بود او را از میان بردارد عاجز ماند تا بالاخره نامهای محرمانه به پدر نوشت جریان را شرح داد و خطری را که از ناحیهٔ برادر مهربانش متوجه او بود گوشزد کرد از پدر کمک خواست در ضمن یادآور شد که اگر شاه نازنین را طلاق بدهد هم برادرش با آرزوی خود خواهد رسید و هم خیال آیشه از جهت رقیب بزرگی مثل نازنین آسوده خواهد شد شیخ کسی نبود که از آسان کردن مشکلی یا حل معمایی عاجز بماند مغز خود را به کار انداخت در اندک زمانی وسیله راحتی خیال دختر و پسرش را پیدا کرد بیچاره نازنی با آن دل پاک و روح تابناکی که داشت در لاهیجان نشسته منتظر روزی بود که شوهر تاجدارش او را به یاد بیاورد و مورد لطف و عنایت قرار بدهد دور از شوهر محبوبش دل خود را بدان خوش می داشت که در میان اقران افتخار می کرد که عقد کرده یک کسی است که هم پادشاه فاتح و قهاری هست و هم از اولاد علی علیه السلام می باشد. در جریان تقیان که در گیلان و مازندران بر ضد شاه اسماعیل بر می خواست در هر مورد پدرش را وادار می کرد که تجهیز قوا کند و در صورت لزوم به کمک پادشاه مرتزوی خسال به شتاوت. پدرش که شیعه متعصبی بود افکار دخترش را تقدیر میکرد. دائما در ترویج مذهب برحق تشیع میکوشید. پدر و دختر هر دا از جان نساران سمیمی شاه اسماعیل بودند. هرگز به خیالشان نمیرسید که روزی قربانی توطعه شیخ نابکار و دختر مکار او آیشه شده ناحق و ناروا رانده درگاه و مغزوب پادشاه خواهند شد گفتیم که شیخ عبدالهادی از چه قماش بود هر کس در این دنیا آرزویی دارد بزرگترین آرزوی شیخ هم این بود که بر مسند عالی مقام قاضی و قضاتی تبریز جلوس کند تا مال و منال و جاه و جلال را با هم به دست آورد شیخ برای نیل به این آرزوی بزرگ به انجام دادن هر جنایتی آماده بود. مدتی دو سر بار میکرد. با ترکمنهای آق بیوندو زد و بند داشت. خدمات گرانبهایی برای آنها انجام میداد. ولی هر چه کرد جز وعد و وعید خبری از آنها ندید. حتی وقتی الوند سلطان برای چند روزی به تبریز آمد و برای این شهر موقتا مسلط شد شیخ مخفیانه به خدمتش شتافت و گفت اگر الوند او را بر این مسند بنشاند کاری می کند که شاه اسماعیل دیگر آب تبریز را نخورد شیخ به الوند وعده داد که با داشتن عنوان قاضی القضات می توان به ملاقات سلطان روم شتافت و از او به نام حفظ دین مبین کمک بخواهد یقین دارد که موفق خواهد شد الوند باور کرد و قبول کرد ولی در گوره کی مویز شد انگور این شراب هنوز مقدمات سفر شیخ یعنی تهیه توحف و هدایا برای سلطان و اطرافیانش فراهم نشده بود که الوند به محض شنیدن خبر حرکت شاه اسماعیل از تبریز فرار کرد شیخ ناچار چشم و امید به سوی شاه اسماعیل دوخت و کمر به خدمت او بست الحق خدمات گرانبهایی انجام داد یکی دوبار که شاه را سر حال دید آرزوی خود را گوشزد کرد ولی شاه جوان که با همه ظاهر و صلاحی شیخ او را به ملاحظه خبرهایی که در اطرافش شنیده بود لایق مقام قاضی القضاتی ندید از تفویض این منصب به شیخ خودداری کرد شیخ بیدی نبود که از این بادها بلرزد امید از دست نداد همچنان مشغول خدمت به شاه اسماعیل بود برای دستگاه شاه اسماعیل جاسوسی میکرد با ترکمن ها گرم می گرفت و با هیلو و افسون محل اختفای دشمنان شاه به خصوص بزرگان متواری ترکمن را کشف می کرد و اطلاع میداد. باری مجده نامزدی آیشه با شاه دری از امید بروی شیخ گشود. این امید در دل شیخ مخصوصا از آن جهت قوت گرفت که به قول آیشه شاه تاجلی را از نظر انداخته و او را به تبریز فرستاده بود تا آزادانه و بدون موی دماغ با آیشه عروسی کند شیخ یقین داشت که هرگاه دخترش آیشه یک کتاز حرم سرا و سوگلی شاه بشود مسلما با آن عقل و هوشی که دارد فرصتی یافته فرمان قاضی القضاتی پدرش را از شاه خواهد گرفت تاجلی به نوشته آیشه و به گمان شیخ از نظر افتاده و از صف خارج شده بود فقط نازنین مانده بود که احتمال میرفت شاه به پاس خدمات و محبت پدرش به سراغ او برود تنها موضوعی که خاطر شیخ را نگران می داشت این بود که هرگاه پسرش حسین با نازنین عروسی کند ممکن است او مغزوب شاه و راندی درگاه بشود تا جایی که مورد خشم شاه قرار بگیرد ولی حسین به آیشه گفته بود که نازنین هم دل باخته اوست و قرار گذاشتن به محض قطعی شدن طلاق دست هم را بگیرند و به ولایت دور ای که دست شاه به آنها نرسد بروند و زندگی کند. بالاخره شیخ تصمیم گرفت که طلاق نازنین را از شاه بگیرد. سابقا گفتیم که آیشه لیلی دختر الوند شاه را مسموم کرد و کشت و نازنین را متهم نمود. شاه تا حدی باور کرد. ولی بعد چند بار نسبت به حال نازنین دل سوزی کرد و خود را از بیه به دختر والی لاهیجان یعنی کسی که بارها جان شاه را از گزند دشمنان ایمن داشته و هفت سال او را در دامن مهر و محبت خود پرورش داده بود ملامت کرد و دلجویی از نازنین را بر خود واجب شماده بود با این وصف گرفتن طلاق نازنین بس مشکل و بلکه محال مینمود ولی شیخ گرهگوشا بود، هر مشکلی را به سهولت و آسانی برطرف طرف می ساخت. حال بشنوید که شیخ ناغلا و گشا برای حل این مشکل چه نیرنگی به کار زد. در آن زمان تبریز از بزرگترین و پرجمعیت ترین شهرهای ایران بود. سرکردگان ترکمن و غیره و سایر بازرگانان که به جهاتی مورد تعقیب بودند به این شهر پرجمعیت که کسی کاری به کسی دیگر نداشت پناه می و دور از چشم تعقیب کنندگان زندگی می کردند. شیخ شهرتی به هم رسانده و خود را از مقربین درگاه شاه اسماعیل معرفی می کرد. از بزرگان فراری و متواری پول می گرفت و با لطای فلحیال از آنها پیش شاه شفاعت می کرد. شاه هم غالبا به ملاحظاتی روی شیخ را زمین نمی انداخت. و فرمان عفت مقصرین را صادر مینمود. در همان روزهایی که شیخ برای گرفتن طلاق نازنین نقشه می کشید و با همه هوش و تدبیر عقلش به جایی نمی رسید و در کار خود حیران مانده بود روزی مردی به دیدنش آمد که شیخ به یک نگاه او را شناخت اسفندیار گیرانی بود که مثل میرزا علی پدر نازنین بر قسمتی از خطه گیلان و مازندران که مجاور قلم میرزا علی بود فرمان روایی داشت مردی بود ظالم و با رعایای قلم روی خود مثل یک سلطان مطلق الانان رفتار میکرد اسفندیار وقتی خبر فتوحات شاه اسماعیل را شنید نگران و بیمناک شد میترسید شاه از ستمگری و بیدادگری او آگاه شود و حکومت او را براندازد حاکمی از جانب خود تعیین کند. این بود که وقتی امیر حسین چلاوی بر شاه اسماعیل یاقی شد و به تجهیزات قوا پرداخت اسفندیار که از مخالفین و دشمنان شاه بود فورا قوای فراهم آورده به کمک امیر حسین رفت به طوری که قبلا گفتم امیر حسین در جنگ شکست خورد و اسیر شد و اغلب سپاهیانش نابود شدند اسفندیار به هر حیله بود موفق به فرار شد و از تبریز سر در روزی شیخ را در حال عبور دید. ترسید در معبر عام آشنایی بدهد. از اینان جویای کاروبار شیخ شد. شنید که مقام و منزلتی در پیشگاه شاه دارد و می تواند شفاعت کند. مخفیانه به دیدن شیخ رفت. اسفندیار به محض ورود سلامی کرد بلافاصله انگشتر گرانبهایی با نگین زمرد تقدیم شیخ نمود. اسفندیار روزی که آزم خدمت امیر حسین چلاوی بود، مقداری جواهرات برای تقدیم به امیر همراه برداشته. ولی امیر از محبت و یاری او تشکر کرده و جواهرات را به خودش برگردانده بود. با فروش همین جواهرات بود که اسفندیار در تبریز امرار معاش میکرد خلاصه دست به دامن شیخ شد. از او تقاضا کرد که به هر نحوی شده از او در پیشگاه شاه اسماعیل شفاعت کند تا به تواند به سر خانه و زندگی خود برگردد. با قید قسم های قلیز وده های زیادی به شیخ داد. شیخ لختی به فکر فرو رفت. یک مرتبه دل در سینهش از شادی تپیدن گرفت. گم کرده خود را یافته بود. شیخ گفت شفاعت شما مشکل است زیرا شما بدون هیچ دلیلی فقط روی خصومت و مخالفت با شاه به دشمنان او ملحق شدید در صورتی که کمترین بیلطفی از شاه ندیده بودید هرچه فکر می که چه دلیل و مدرکی برای شفاعت شما بیاورم عقلا به جایی نمیرسد. مگر اینکه گناه یاقیگری شما را به گردن دیگری بیاندازیم و شما را تبرئه کنیم اسفندیار چیزی نفهمید توضیح خواست شیخ گفت باید بگوییم که شما قربانی یک توطعه ناجوان مردانه شدید شما را دیگری اقوا کرد و به یاری امیر حسین فرستاد واضحتر بگوییم یگان راه نجات و عفو شما در این است که بگویید شما را میوز علی کیا والی لاهیجان تحریک کرد و به مخالفت و دشمنی با شاه وا داشت است اسفندیار ما تو مبهوت ماند گفت من خودم رفتم میرزا علی از طرفداران شاه اسماعیل است هرگز دخالتی نداشت حتی به من پیغام فرستاد که یقین دارد فتح با شاه اسماعیل خواهد بود رفتن من به کمک امیر حسین جنون محض است کاش نصیحت او را گوش کرده بودم شیخ تبسم تلخی بر لب آورد و گفت چقدر آدم ساده ای هستی اینها را میدانم ولی اگر میخواهی شفاعت تو را بکنم و شاه تو را ببخشد باید میرزا علی کیا والی لاهیجان را قربانی کنیم همانطور که گفتم تو باید به شاه بگویی که میرزا علی کیا تو را تحریک کرده و به این راه سوق داده است اسفندیار که عمری را در اعمال زور و ظلم و تعدی به سر برده بود از قربانی کردن میرزا علی بیچاره عبایی نداشت به همین دلیل پرسید ممکن است که شاه حرفهای مرا باور نکند و گفته مرا تهمت و افترای محض تلقی کند بالاخره از من دلیل خواهد خواست من که دلیلی برای اتهام میرزا علی ندارم شیخ تبسم ملامت باری به روی اسفندیار زد و گفت من دلیل محکم و قطعی به دست تو میدهم خواهی دید که شاه تو را میبخشد و به جای تو میرزا علی را مجازات خواهد کرد اسفندیار پرسید آن دلیل کدام است؟ شیخ خنید و جواب داد فردا بیا تا به دستت بدهم انشاءالله کاری میکنم که شاید شاه لاهیجان را هم به دست تو بسپارد اسفندیار متفکر و اندیشناک مرخص شد شیخ از آنهایی بود که میگویند همه فن حریف است یکی از شاهکارهای وی این بود که در تقلید خط به تمام معنی استاد بود همان روزهایی که در لاحی جان بود بارها با شیادان همدست شده و خط و مهر مهررین علمای متوفا را تقلید کرده اسناد و قباله ها و نامه هایی از خود ساخته و حق مردم بیچاره را باطل کرده بود در تبریز هم با جل خط و مهر کارهای عجیبی میکرد با میرزا علیکی ها مکاتبه میکرد و نامه از او در دست داشت نامه ای از قول میرزا علی خطاب به اسفندیار جعل کرد. میرزا علی در این نامه خروج امیر حسین چلاوی را به اسفندیار مژده داده. نوشته بود که خودش هم مشغول تجهیز لشکری است تا به کمک امیر بشتابد. میرزا علی در این نامه شکایت ها از نمک نشناسی شاه اسماعیل کرده و از محبت های خود در حق این بچه درویش نمک نشناس اظهار ندامت نموده بود. که ای کاش در همان ایام او را تسلیم ترکمنها می کرد تا امروز نتواند چشم طمع به تصرف لاهیجان و سرزمین قلم اسفندیار بدوزد. میرزا علی از اینکه سالها گمراه و پیرو مذهب تشیع بود استغفار طلبیده و مذهب تسنن را برحق دانسته و پیوستن خود را به این مذهب گوشزد کرده بود. بعد راجب بدبختی دخترش نازنین که در عقد شاه اسماعیل بود گریسته و شکوهها کرده بود. که نازنین شب و روز اشکبار است که شوهری آن هم اسمن به این بیرحمی و بیدینی نصیبش شده. او را زندانی کرده و سیاه بخت و بیچاره ساخته. خلاصه میرزا علی در این نامه آنچه توانسته بود از شاه اسماعیل بدگویی و اسفندیار را به جنگ با این دشمن دین و دولت تشویق کرده خود وعده داده و قسم خورده که به زودی به صف مخالفین شاه اسماعیل خواهد پیوست شیخ این نامه را با تقلید تمام از خط میرزا علی جعل کرد و مهر میرزا علی را هم پایش زد روز بعد که اسفندیار به ملاقات شیخ آمد شیخ این نامه جعلی را با نامه‌ای که خود شخصا به شاه اسماعیل نوشته و اسفندیار را آدم ساده و بیالایشی معرفی و شفاعتش را کرده بود به دست اسفندیار داد. اسفندیار با تقدیم یکی دو قطعه جواهر و تجدید عهد و پیمان و سوگندهای قلیز راجب جبران زحمات شیخ مرخص شد و روز بعد راه گیلان را پیش گرفت. شاه اسماعیل در همدان بود که اسفندیار به خدمتش رسید. نامی شیخ را تقدیم کرد. اسفندیار در جواب شاه که چرا به یاقیان پیوستی و شمشیر به روی مرشد کامل کشیدی طبق دستور شیخ اسم میرزا علی کیا والی لاهیجان را بر زبان آورد شاه سخت متحیر ماند خشناک شد و نزدیک بدان شد که دم اسفندیار را به جرم این تهمت به دست جلاد بسپارد اسفندیار نامه میرزا علی یعنی همان نامه را که شیخ جل کرده بود به دست شاه داد شاه باور نکرد گفت این نامه ساختگی است اسفندیار گفت بفرمایید منشیها با خط و مهر میرزا علی که قطعا در دست دارند مقابله کند تمام منشیها رأی دادند که خط خط میرزا علی کیا و مهر مهر اوست حالی به شاه نوجوان دست داد که به وصف در نمیآید سرا پایش از خشم و غضب آتش گرفت و در دریای تعجب و حیرت قوتهور گردید چگونه می توانست باور کند که میرزا علی کیا با آن تعصبی که در تشیع و صوفیگری داشت و آن اخلاص و ارادتی که همواره ابراز می نمود یک مرتبه پشت پا به دین و ایمان و محبت و دوستی بزند و به دشمنان بپیوندد به نازنین را به خاطر آورد که همیشه دم از مهر و وفا میزد و از چشمهای معصومش وفا و صفا میبارید شاه نمیخواست باور کند و چون نتوانست به تنهایی این معما را حل کند با یکی دو نفر از مقربین محرم درگاه موضوع را در میان نهاد آنها هم بعد از اطمینان به اینکه خط و مهر از میرزا علی کیاست گفتند که حب دنیا و مال دنیا مخصوصا علاقه به ریاست و فرمان روایی چشم او را کور کرده او از ترس اینکه مبادا شاه لاهیجان را از دستش بگیرد به دشمنان شاه پیوسته است اما نازنین وحکه که چه دختر درویی بوده این دختر که در نامه هایش به وجود شوهری مثل من افتخار می کند مرا بیرحم و بیدین خانده و از این که عقد من است ابراز تنفر و انزجار کرده و خود را سیاه بخت می داند. پست فطرت من سفید بختش می کنم. من سفید بختش می کنم. خلاصه شاه اسفندیار را عرف فرمود. فرامینی ساده نمود که به قلم حکومت خود برگردد و کماف سابق فرمان روایی کند. شاه اسماعیل ابتدا بران شد که حاکم را که دست نشانده خودش بود معمور خل و دستگیری و اعدام میرزا علی کند ولی از خشم و قیزی که داشت ترجیح داد که در اولین فرصت سفری به لاهیجان کند تا سر والی خائن را در حضور خودش از تن جدا سازند جریان را به والی رشت اطلاع داد رونوشتی هم از نامه کذایی میرزا علی به اسفندیار فرستاد ولی تاکید کرد که فعلا کاری به میرزا علی نداشته باشند و فقط مراقب باشند تا وی فراری و متواری نشود میرزا علی و دخترش نازنین هر چند وقت نامه هایی برای شاه میفرستادند. والی اظهار اخلاس و جان نساری میکرد و نازنین سخن از وفا و محبت مینمود و اظهار اشتیاق به دیدن شوهر محبوب میکرد و از طول هجران مینالید. شاه هم جواب میفرستاد. این دفعه که نامه های آن رسید شاه هر دو نامه را پاره و زیر پاله کرد. چون به جهاتی که گفتیم نمیخواست والی را هوشیار سازد در جواب نامه والی طلاق نامه نازنین را ارسال نمود نوشت چون مایل نیست بیش از یک همسر عقدی داشته باشد لذا نازنین را آزاد می کند، تا به هر کس مایل باشد شوهر کند پدر و دختر در انتظار جواب ملاتفت آمیز شاه بودند که قاصد شاه طلاق نامه را آورد نمیتوان شهر داد که بر آن دختر نازنین پرمهر و وفا چه گذشت واقعه به قدری تلخ و سهناک و غمانگیز بود که پدر و دختر تا مدتی از فرط حیرت و اندوه نمی توانستند موضوع را مطرح کند والی همینقدر دریافت که مورد بیلطفی شاه قرار گرفته هرچه به مغز خود فشار آورد نتوانست علت آن را بفهمد ناچار تصمیم گرفت قضیه را با دوستان صمیمی خود و از جمله حاکم رشت که دوستی صمیمانه و علاقه و محبت قلبی به والیداش در میان بگذارد والی آماده مسافرت به رشت شد ولی به خاطر حال نازنین که خطرناک شده بود این مسافرت را به تعویق انداخت نازنین خواب و خوراک را بر خود حرام کرده در را به روی یار و اغیار بسته بود و اشک میریخت از بخت بد می نارید و باعث این بدبختی را نفرین می کرد. دخترک تا دیروز خود را خوشبخت و سعادت من می دانست که زن شاه است. توقعات زیادی نداشت و به همین اسم و رسم پر افتخار دلخوش بود. اکنون خود را در انظار خیش و بیگانه سرفکنده می دید. از خدا مرگ می خواست. چند بار در صدد خودکشی برآمد و فقط روی عقیده و ایمان مذهبی که خودکشی را گناه بزرگ میداند و میگوید که جای مرتکب به این عمل به هر دلیلی باشد در جهنم است از ترس آتش جهنم خودداری کرد. شیخ با دریافت هدایای گرانبهایی از اسفندیار فهمید که تیرش به هدف اصابت کرده. شاه نامی جلی را حقیقت پنداشته و اسفندیار را که جزء غلامان حلقه به گوش شیخ درآمده بود، اف فرموده است. دیری نکشید که شیخ با کمال مسرت از قضیه طلاق نازنین آگاه شد. فقط اندکی نگران شد که چرا شاه والی را به حال خود گذاشته و مورد قهر و غضب قرار نداده است. شیخ مجده طلاق نازنین را برای آیشه فرستاد. او هم شاد و خندان این مجده را به برادرش داد. حسین که از شادی سر از پاده می شناخت یقین داشت نازنین که دیگر مانع شرعی و قانونی و اخلاقی ندارد با کمال میل پیشنهاد ازدواج با او را با خوشرویی و میل خواهد پذیرفت و بعد از ازدواج به نقطه دور دستی خواهند رفت و با هم زندگی سعادتمندانه و آرامی خواهند داشت حسین از مادر شاه اجازه گرفت که برای دیدار پدر به تبریز برود آنچه پول و جواهر ذخیره کرده بود برداشت به افتاد در عالم خیال خود خوشبخت و سعادتمند تصور میکرد فکر میکرد که نازنین چشم به راه اوست جوان خودخواه و قافل نمیدانست چه مسائب و بلاهایی در انتظارش است حسین با اجازه مادر شاه به بهانه دیدار پدر آزم تبریز شد سه روز در تبریز بود تمام دوستان و آشنایان شیخ و بزرگان شهر به دیدنش آمدند بعد از سه روز توقف شبی مخفیانه و با تغییر لباس ره سپار لاهیجان شد چون ممکن بلکه مسلم بود فرار علمی حسین با نازنین اسباب زحمت شیخ و آیشه خواهد شد لذا قرار بر این بود که حسین مخفیانه به لاهیجان برود و دور از نظر یار و اقیار نازنین را فرار بدهد حسین شبانه مخفیانه از تبریز حرکت کرد صبح روز بعد شیخ دور شهر افتاد به هر کس می رسید با قیافی نگران و پریشان سراغ فرزندش را می گرفت که روز گذشته اول غروب به قصد نماز جماعت از خانه خارج شده و دیگر برنگشته. نگشته شیخ با غم و وحشت ساختگی می گفت حسین از مقربین و محرم درگاه شاه اسماعیل است ممکن است دشمنان شاه بلایی به سر او آورده و سر به نیستش کرده باشند ای کاش اقلا نش بی جانش را تحویل من میدادند. دادند. مرد نیرنگباز به قدری نقش یک پدر گمگشته فرزند را خوب بازی میکرد که همه باور کردند و عقب مرده یا زندگی حسین می گشتند و به حال شیخ دل سوزی می کردند. حسین ساعتی از شب گذشته با تغییر لباس و قیافه وارد لاهیجان شد. از مقابل چند دکاندار که با او سابقا آشنا بودند گذشت حتی خرید هم کرد ولی کسی وی را نشناخت همین که عبور و مرور در کوچه ها قطع شد حسین برای اینکه نوکرها او را نشناسند با همان تغییر قیافه و لباس به در خانی والی رفت پیغام داد که از صد فرسخ راه آمده و کار واجبی با والی دارد والی مسترب شد حسین را به حضور خواست ابتدا او را نشناخت بعد که به جا آورد دل در سینهاش فرو ریخت از خود پرسید آیا حسین که از نزدیکان مقرب شاه اسماعیل است فرمان عزل یا حکم قتل مرا آورده حسین متوجه حال والی شد گفت مسترب نباشید من از مغضوبیت شما و طلاق نازنین اطلاع دارم مرا مادر شاه که همیشه سپاسگزار محبتهای شماست فرستاده تا بلکه بتوانیم نازنین را دوباره بغد شاه درآوریم و عزت و احترامی را که شما در پیشگاه شاه داشتید از نو برقرار سازی ولی اندکی تسکین یافت حسین مجال نداد که او حرفی بزند گفت نامه پیغامی از طرف مادر شاه برای نازنین دارم که طبق دستور و قسمی که مادر شاه داده باید شخصا به دست خودش بسپارم و پیغام را هم برسانم نور امیدی در دل قمزدی واری درخشید. به خاطر آورد که نازنین همیشه از محبتهای مادر شاه تعریف میکرد. مادر شاه نازنین را قبلا دوست می داشت و همیشه مدافع و هواخواه او بود. شاید پیغامی توسط حسین فرستاده تا نازنین را برای جلب محبت شاه و آشتی راهنمایی کند. اشخاص پاک و خوشقلب که فکر کار زشت و مخیله خود راه نمیدهند، دیگران را هم مثل خود میپندارند و روی همی خوشبینی صدمه ها میکشند و ضررها میدهند ولی پاکدل خوشباور شادمان شد هماندم به سراغ دختر دل شکستش رفت نازنین از روزی که شاه طلاق نامش را فرستاده بود از اتاق خارج نمیشد کسانی را که برای غمگساری و دلداری نزدش میرفتند از خود میراند غالبا تک و تنها در گرداب غم و اندوه دست و پا میزد و سیل اشک از دیدگان فرو میریخت از یک طرف موضوع طلاق زربتی بود که سرابهایش را در آتش کشیده و از زندگی معیوس و بیزارش ساخته بود از طرف دیگر فکر میکرد که پدرش به زودی از والیگری لاهیجان خل میشود و همه عمر در انظار مردم سرفکنده خواهد بود اسفندیار والی خطه مجاور لاهیجان که مورد عف قرار گرفته و دوباره به والیگری منصوب شده بود چند بار به اطرافیانش گفته بود که به زودی شاه والی لاهیجان را خل می کند و لاهیجان را هم جزء قلم روی او خواهد نمود همراهان عزیز لذت داستان امیدوارم که از شنیدن این قسمت از داستان دختر قهرمان لذت برده باشید فراموش نکنید که نظرتون راجع این داستان حتما برام کامنت کنید روز و روزگار باش شما خوش